درود به بخش اول آخر خط، بخش دوی آخر خط خوش آمدید. سرنوشت ناروشن جنگ و سلح افغانستان، چرا با گذشت هر روز شعله های جنگ در افغانستان بیشتر برافروخته می شود؟ امسال خونین ترین و ناامن‌ترین سال برای نیروهای امنیتی و شهروندان افغانستان تا یک دهه گذشته بود. مخالفان مسلح دولت در ماه‌های گذشته جدی‌ترین حملات خود را بر مواضع دولتی و مردمی در ولایات مختلف کشور را آغاز کردند. نتیجه حملات طالبان بر مواضع دولتی و مردمی فجایع در شماری از ولایات کشور از جمله بدخشان و ولایات شمالی بوده است. به باور آگاهان طالبان یک سیاست منظم و هدفداری را دنبال می‌کنند که به راحتی قابل فهم است. طالبان می‌خواهند جنگ را در گستره جغرافیای افغانستان از جمله ولایات شمالی توزیع کنند. همکنون در مناطق مختلفی از ولایت‌های شمالی کشور جنگ به شدت جریان دارد و احتمال سقوط شماری از ولسوالی‌ها در این ولایات به شدت وجود دارد. از سوی هم ظاهراً طالبان در مذاکرات صلح نیز به نحو رفتار کردند که همیشه موضع برتر را برای خود نگه داشتند. با همه اینها به باور مردم و آگاهان امور ادامه چنین وضعیت از هر نظر هزینه سنگین انسانی و مالی بر دولت تحمیل خواهد کرد و دولت افغانستان باید با سیاست‌های نظامی و دفاعی خود در مقابل طالبان بازنگری کند. واکاوی این موضوع با قایان محمد علی اخلاقی عضو مجلس نمایندگان و توریالی قیاسی آگاه سیاسی. خیلی سپاسگزارم از تشریف آوردن. آقای اخلاقی، خب چی باعث شده که ما ناامنی به سابقه داشته باشیم؟ ناامنی که در طول 13 سال شاهدش نبودیم. انتقالش به شمال، چنین چیزهایی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما مهمان محترم برنامه و بیننده برنامه‌تون. بارها البته مطرح شده است که دو سه تا عامل از عوامل مهم افزایش ناامنی و حملات بیشتر گروه‌های مخالف در سال 94 یا نیمه دوم 93 بود. یکی به صورت کلی اگر یادآور شیم، بحث انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی افغانستان. بحث دوم انتقال قدرت یا به عبارت دیگر انتخابات ریاست جمهوری و همینطور بحث خروج نیروهای خارجی ناتو خصوص آمریکا از افغانستان. اینا مهمترین عواملی بوده که اماره مطرح شده به عنوان عواملی که تأثیر داشته در اینکه مخالفین و طالبان در این طول چند ماه اما حملات تروریستی خود را افزایش بده. خب در کنار از این، البته اگر ما بیاییم عوامل ناامنی، ریشه ها و زمینه های ناامنی یا گسترش ناامنی را بیشتر بکاویم و بیشتر به تفصیل بنشینیم، خب عوامل مختلف وجود داره که ما میتونیم در دو بودی عوامل داخلی و عوامل خارجی را تقسیم بندی بکنیم. در بودی داخلی ما از یک طرف ناهماهنگی هایی که در داخل حکومت وحدت ملی است، بخصوص بعد از شکل گیری حکومت وحدت ملی به جای از اینکه به اولویت های کاریشان که در ابتدا برای مردم وعده کردند، بحث مبارزه با فساد اداری، بحث کاهش بیکاری، بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همینطور بحث تلاش در جهت آوردن صلح و ثبات دائمی، اینا از اولویت های کاری حکومت وحدت ملی بود. اما ما دیدیم و تجربه کردیم که متاسفانه رهبران حکومت وحدت ملی نتونستن به این اولویت ها توجه بیشتر بکنن و متمرکز شوند. هنوز هم ما میبینیم که یک سلسله کشمکش ها و تضادهای داخلی وجود داره. هنوز هم تعداد از ولایات ما با سرپرستی اداره میشه. کابینه را ما و شما دیدیم که بعد از ماها معرفی شد و تکمیل شد و هنوز هم یکی از وزارتخانه های کلیدی که در دوره یا در عصر جنگ و ناامنی مهمترین وزارتخانه است، وزارت دفاع، هنوز هم با سرپرست اداره میشه. اینا از عوامل داخلی هست که ما متاسفانه روز به روز نه تنها حکومت وحدت ملی نتونست که با فساد اداری مبارزه بکنه، چون خود فساد اداری باعث میشه که به اعتمادی مردم نسبت به حکومت بیشتر شه، فاصله مردم نسبت به حکومت بیشتر شه، نارضایتی مردم بیشتر شه و در نتیجه بیکاری افزایش پیدا کنه و خود از این بستر ساز شه برای استفاده
سوی مخالفین و حلقات تروریستی. در این عرصه متاسفانه حکومت وحدت ملی نتانست که گام های موفقیت آمیز برداره، هرچند که به صورت سمبولیک اکثر حرکت های را انجام داد، اما نتیجه از اون به صورت جدی و مردم افغانستان به صورت جدی مشاهده نکرد که آیا واقعا کسایی که دستش به اعمال عمومی مردم آلوده است، آیا اینا به جزایش رسید یا نرسید؟ دو سه مورد، بحث کابل بانک، بحث قراردادهای وزارت دفاع، بحث چند نفر در وزارت شهرسازی، اینا که مطرح شد اما نتیجه شد مردم ندید که بالاخره با کجا منتهی شد. در این بخش ها اگر ما ببینیم، خب به صورت جزئی وارد شیم، بسیار بحث خب مفصل است. اینا همگی عوامل داخلی است و همینطور عوامل بیرونی، بحث رقابت های کشورهای منطقه‌ای، رقابت های کشورهای کلان جهانی و همینطور تبدیل شدن افغانستان به یک عرصه جنگ نیابتی، اینا از عواملی است که هر کدام از اینا جا داره که به صورت جداگانه مورد بحث قرار بگیره. خب بین عوامل انتقال مسئولیت ها، بس خروج نیروهای خارجی، انتخابات، مشکلات داخلی و خارجی، چی چیزی آمده بیشترین سهم داشته؟ برای چی ما ناامنی ها را نتونستیم تا 8 ماه 9 ماه مهار بکنیم؟ البته هرچند که ما افغان ها بیشتر عادت داریم که برف بام خود پشت بام دیگر را بندازیم، اما اگر دقت صورت بگیره، ما خودم بر این باور هستم که عوامل داخلی بیشتر نقش داره در افزایش ناامنی. اگر حکومت وحدت ملی شعارهایی که داد، وعده هایی که برای مردم دادن، به وعده های خود میتونست عمل بکنه، خود به خود یک دلگرمی را برای مردم ایجاد میکرد، حمایت مردمی بیشتر میشد، مردم از به حکومت خود وفادار بود، از حکومت و از دولت خود دفاع میکرد. اما ما دیدیم که متاسفانه نه تنها نتانستند، بلکه وضعیت بدتر شد رفت و همین ناهماهنگی ها و همین کشمکش ها و صرف انرژی در موارد و مسائل بسیار پیش با افتاده ای که فلان جای قماندان که باشه یا والی که باشه، اینا عمدترین عاملی است که زمین ساز افزایش نام نشد. خب در کنار از این طبیعی است که بحث این مشکل بالقوه و بالفعل وجود داره، ادامه قطعا این مشکل هنوز وجود داره. آقای قیاسی، خب مهمترین عامل از بین عوامل ناهماهنگی داخلی بوده، مشکلات داخلی بوده. ضمن عرض سلام و ادب حضور بینندگان عزیز، جناب وکیل صاحب و همکاران شما، ناهماهنگی ها طبعا خب یکی از عوامل اصلی میتونه در ساختار یک نظام بوده باشه که تقریبا نوعی از خودمخربی در اون ساختاری داره. ناهماهنگی که بیشتر به ناامنی ها دامن زده، قربانی گرفته از مردم افغانستان. خب طبعا نتیجه اش همینطوری یک چیزی میشه و حتی خطرناکتر از او، اگر شما در داخل یک نظام ناهماهنگی وجود داشته باشه و این به از همه مهمتر به بحران اعتماد وجود داشته باشه و از روی تعیینات و اصطلاح استحکام نظام اختلاف نظر وجود داشته باشه و هر کدام به یک شکل فکر بکنه که از خودش وابستگی های خودشان به یک شکل داشته باشن، خب طبعا یک عنصر دیگه ایش رو ما میشه یا بروز میکنه در درون ساختار که خودمخربی درون ساختاری است که این خودمخربی فلج کننده است، خطرناکتر از طالب است، خطرناکتر از هر پدیده دیگه، دشمن خارجی است. یعنی دشمن مثل موریانه درون خود یک ساختار رو میخوره و از اسباب میاندازه. موافق هستین با این که مهمترین عامل ناامنی ها و نابسامنی ها همی عامل داخلی است؟ خب نه خیر، نه ای که کلن مثلا از این قویتر نقش بیشتر داشت. نه خب یک نقش کمک کننده، نقش تسهیل کننده را داره، نه عمدترین عمده ترینش ایست که شما در برابر دشمن های بسیار قوی تر از خودتان قرار دارین. چی دشمن؟ شما خب دشمنی که میخواه شما را از پا در بیاره. کیمه؟ خب کشورهایی که سالها در افغانستان جنگ ترویج میکنن، سالهاست که دشمنی رسمی و علنی را خب با افغانستان سازمان میدن. دشمن خارجی چیزی بوده که از موقعاز ناامنی 13 سال ببینین پسین ما داریم و انتخاب وجود داشته که خب عوامل بیرونی، کشورهای همسایه، استخبارات منطقه و جهان خب خود داره، اما خب ما ناامنی را داشتیم. حالا در این مقطع آمده بی سابقه شده، ناامنی خیلی گسترش یافته به طور بی پیشینه قربانی میگیره. چی چیزی آمده میره بی سابقه ساخته؟ خب دوامی همی وضعیت
دوام وضعیت و دوام وضعیت مداخله جویانه و متجاوزانه کشورهایی که منافعشان در افغانستان طوری است که یک افغانستان ضعیف و یک افغانستان دنبال رو سیاست‌های خارجی خود طبیعی واضح سازمان استخباراتی پاکستان سال هاست که بر ضد مردم افغانستان دشمنی رو ترویج میکنه و هر روز ما اسناد وجود داره و مدارک وجود داره که اینا این کارا را به اصطلاح دائم دنبال همینطور یک چیزی و هیچ وقت فکر نکردن که در سر بهبود روابطشان با افغانستان فکر بکنن، به اصطلاح روی میزشان گزینه‌های دیگر بگذارن برای تحقق منافع استراتژیکشان در منطقه و در چارچوب و دکترین نظامی سیاسی که بالاخره دارن در منطقه بین سروی گزینه های دیگه فکر کنن. اما متاسفانه همیشه گزینه جنگ، گزینه توطئه، گزینه ثبات ساختن. من میخوام بپرسم، خب انتقادی که پاکستان مداخله میکنه، سازمان استخباراتی پاکستان مداخله میکنه، چیزی که از گذشته هم وجود داشته، خب چی شده که مداخله یا در این مقطع زمانی بیشتر شود؟ خب ببینین، شما اجازه بدین که آدم جملهش تکمیل شود، باز تمام به نتیجه زود میرسین. این خب یکی از عنصر دائمی با ثبات مداخله گرانه است در افغانستان که نتیجهش بی ثباتی دوامدار و هر روز خب ببینین وقتی که این بی ثباتی دوام میکنه، خب طبعا ضعف ساختاری به وجود می آید، بی‌اعتمادی به وجود می آید، مشکلات دیگری به دنبال داره. دوام از این هر ملتی که می بود حال از پا می انداختش. سی سال جنگ و ناامنی و دوام از این و هیچ وقت چه به وجود نمی آید از پا می اندازش. همونطور که پیشتر وکیل صاحب اشاره کرد، شما در همزمان یک نیروهای بین المللی آمدن به خاطر از این که خب در افغانستان کمک بکنن که در افغانستان ثبات و امنیت و صلح و اینا پایدار به وجود بیاید و لانه های تروریستی و طالبا و اینا را سرکوب بکنن. شما دیدین که سیاست ها تغییر یافت در نیمه را و اینا هم در آخر رها شدن و نظام امنیتی افغانستان و همینطور ارتش افغانستان همگی وابسته به کمک های از اینا بودن و اینا هم ناگهان صحنه را ترک گفتن و به یک شکل تانوس که آنچنان تجهیز نشده بودن نیروهای افغانستان که در برابر تمام توطئه های چه به اصطلاح نرم افزاری و سخت افزاری دشمن بیستن و توطئه ها را از اول خونسا بکنن، هنوز اوطور تجهیز نشده بودن و او آمادگی را به آنچنان نداشتن که اینا از کنارشان بیرون شدن. این عوامل است که بزرگتر از توان دولت موجود افغانستان است و این سبب میشه که عوامل دیگه که در داخل است این تسهیل بکنه او اهداف و وضعیت چنین بار بیاره که امروز ما شما مواجه هستیم. اساسی مداخله خارجی چنین چیزی با آقای اخلاقی، خب مشکل اساسی مداخله خارجی و خب این مشکلات داخلی نقش تسهیل کننده را داره. در پهلوی از این انتقاد وجود داره که عملکرد نظامی دولت مشکل داره، این که دولت مقامات حکومتی به تفاوت از کنار رویدادهای فجیع و ناگوار امنیتی رد میشن. خب چقدر صادق است؟ ارزیابی شما چیست؟ نگاه کنید، دولت و حکومت افغانستان در تعاملات سیاسیش همواره آسیب پذیر بوده است و نتونست است که یک در واقع تعامل با ثبات و بر مبنای یک سلسله اصول استوار بکنه. دلیلش چی است؟ دلیلش این است که حکومت افغانستان هنوز یک ختمش اساسی یا خطوط اساسی در تعاملات خارجیش نداره. این برمیگرده به امو پایین بودن ظرفیت و کارای خود حکومت. در دوره جناب حامد کرزی ما و شما دیدیم که به خصوص در اواخر دوره ریاست جمهوریش رابطه افغانستان با دنیای غرب چقدر به تیرگی گرایید و دنیای غرب مورد اتهام قرار گرفت از طرف حکومت افغانستان. رابطه افغانستان با پاکستان بسیار به تیرگی گرایید. اما بعد از شکلگیری حکومت وحدت ملی دیدیم که رابطه برعکس شد، خصوص در چند ماه اول رابطه بین افغانستان و پاکستان چنان گرم و چنان صمیمانه شد که شاید کمتر در نظیر داشته باشد در طول 13 سال اینقدر نزدیک شدند رفت آمده های مقامات نظامی و همینطور نسبت به غرب. از طرف دیگر در بعضی از تعاملات دیاسه پذیر ساخت افغانستان را. اینا دلایلش چی است؟ اینا دلایلش ضعف و در واقع عدم کارایی حکومت خود افغانستان است. ما
یا حکومت ما یک خانه فکر، یک مجموعه ای که بیاین تحلیل بکنه، اوضاع را بررسی بکنه بر مبنای شرایط و اوضاع داخلی و منطقه‌ای و بین المللی، بیای خطوط اساسی رو تعریف بکنه بر مبنای خطوط اساسی تعاملات خارجی خود را استوار بسازه، چنین چیزی وجود نداره. یعنی پس برمیگرده به چی؟ برمیگرده به همون ضعف داخلی ما. از طرف دیگر در گسترش ناامنی، این رو ما نمیگیم، خود مقامات بلندپایه حکومتی، ما شما دید معاون اول رئیس جمهور خودش گفت که در داخل حکومت کسایی هستن که به ناامنی اینا کمک میکنه و باعث افزایش ناامنی شده است. تغییر جغرافیای خشونت و جنگ، بارها و بارها ما شنیدیم که حکومت در این قسمت سکوت کردن یا حتی بسترساز شدن در بعض از موارد. ولسوالی هایی که سقوط میکنه، با سقوط این ولسوالی ها چقدر امکانات و مهمات در اختیار دشمن قرار میگیره؟ چرا حکومت قبل از اینکه سقوط بکنه به داد از اونا نمیرسه؟ اجازه میدن، فرصت سازی میکنه، ولسوالی که سقوط کرد بعد از اون میگه ما بعد از 5 روز، بعد از 10 روز، بعد از 15 روز موفق شدیم که ولسوالی رو پس بگیریم. آیا نجات دادن یا دفاع کردن آسان تر است یا پس گرفتن؟ پس گرفتن مشکل تر است. اگر حکومت جدی باشه، در ابتدا باید از مراکز اداری، از ولسوالی‌ها باید دفاع بکنه و نگذاره که به دست دشمن بیفته. تمام از اینا شک و تردیدهای رو به وجود آورده که خب یک برنامه وجود داره یا حداقل در داخل قدرت و در داخل حکومت افغانستان کسایی هستند که اینا به یک نحوی در ناامنی‌ها دست داره. خب اینا همگی باعث میشه که حکومت افغانستان متاسفانه روز به روز با چالش های جدید روبرو شود. بر همین مبنا است که من بر این باور هستم که اگر ما یک مقدار دقت و بررسی داشته باشیم، عوامل داخلی بیشتر و برجسته تر از در افزایش ناامنی یا حداقل در زمینه ساز ناامنی. درست است که ما رو یک عامل نمیتونیم متمرکز شویم، این عوامل در کنار همدیگر میتونه که امو موضوع را در واقع قوی تر بسازه. هم عوامل خارجی است و هم عوامل داخلی است. عوامل داخلی تحصیل کننده است برای عوامل خارجی، عوامل خارجی در واقع با استفاده از شرایط استفاده میکنه و در جهت ناامنی و افزایش ناامنی عمل میکنه. برای اساس ما باز هم تاکید میکنیم که هم در تعاملات و در قوی عمل کردن دشمن بیرونی یا سازمان‌های استخباراتی که اینا به نحو سازماندهی میکنه و حمایت میکنه حلقات تروریستی را، اگر قوی عمل میکنه یک بخشش برمیگرده باز هم به مو ضعف مدیریت، به مو نبودن یک تفاهم، یک توافق سیاسی. امروز ما و شما در داخل حکومت وحدت ملی یک توافق نظر نداریم، یک تفاهم وجود نداره که دشمن کی است و دوست کی است. یک تعریف واضح و یک تعریف واحد در داخل حکومت وحدت ملی و حداقل رهبران حکومت وحدت ملی از دشمن وجود ندارد. امروز ما میبینیم در زیر سایه ریش حکومت وحدت ملی فاتحه کسی گرفته میشه، برای کسی گریه میشه، مرضیه سرایی برای کسی میشه که دستش به در طول چندین سال به خون مردم بیگناه آلوده هست. ما میبینیم کسایی من از این وضعیت ایرو توجیه میکنن، از این وضعیت دفاع میکنن که اینا به همین حکومت، به همین دولت در واقع شریک هستن و نفوذ دارن. اینا همگی بس عواملی، این ضعف در همین وضعیت داخلی است و این همگی به عنوان عوامل داخلی به حساب میه که ما میایم از یک طرف هر روز ملا عمر با فتواهایش فرزندان بیگناه از این دشمن هم میکشه، اما از طرف دیگر ما میاییم او را ملا آخوند مجاهد میگیم و ازش توصیه میکنیم و برش گریه میکنیم و نوحسرایی میکنیم. سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از این وقفه کوتاه. باز هم خوش آمدید آقای قیاسی. خب چیزایی که آقای اخلاقی اشاره کردن و دلیلی که خب استدلالی که بله مشکلات داخلی چربتر است و بیشتر کمک کرده به ناامنی‌ها و نابسامانی‌ها، دیپلماسی درست نداره، علاقات درون حکومتی است، مقامات تراز اول حکومت هم میگن که کسایی در درون نظام است که علی نظام کار میکنه و طالبان کمک میکنه، تعریف واحد وجود نداره، یا هم نشان میده که مشکلات داخلی خیلی نقش اساسی داره. خب در این شک نیست، ساختار نظام یک معجون نامتجانس است که زیاد نمیشه قابل پیش بینی باشد. تصمیم گیری هایشان، افکارشان،
اینا. و از طرف دیگه سالها بیشتر اشاره کردیم که خب ستون پنجم دشمن در ساختار نظام، در بدنه، در داخل جامعه بسیار با قوت فعال است. و حتی ما دیدیم گاهی اوقات امنیت ملی گاهی از مسائلی را افشا کردن که در داخل نظام عناصری مربوط است که به نفع بیرون کار میکنه. انگیزه های مختلف وجود داره. هرگاه اگر یک فرماندهی در یک جبهه به سرسختانه در برابر طالبا میرزمه و دشمن تلفات وارد میکنه، بعد او متهم میشه که این فلان فرمانده کشته به اصطلاح نژادی چیز میکنه، به اصطلاح سلیقه‌ای عمل میکنه و یا کشتار نژادی را به اصطلاح روی دست گرفته و برخورد قومی بحث قومی را مطرح میکنن، باز به فکر میکنن که این جنگ این فرمان فرماندهی از فلان قوم است. وقتی که سرسختانه در برابر دشمن میرزمه، اینجا یک قوم خاص مورد آسیب قرار میگیره و عمل نجات پرستانه در اینجا متهم میشه به این گپا. خب این عوامل مختلف حتی سبب میشه که در درون نظام این اختلافات سلیقه‌ای، اختلافات باورهای نوع نگاهشان به جنگ، نوع نگاهشان به دشمن متفاوت است. یک کسی دشمن طالبا را و دشمن سرسختانه در برابرش میرسمه، یک کسی دیگه طرفدار به اصطلاح نوع تعامل است با اونا، نوع به اصطلاح اونا را با جملات نرمتر خطاب میکنه، در طرفدار سرکوب قاطعانه در برابر از اونا نیستن. حتی با رژیم حکومت سابقه دیدیم که تا اجازه عملیات داده نمیشد به نیروهای هوایی دولت و اجازه نمیدادن که در جایی که در سلاح ثقیله استفاده شود آنچنانه که کشتار و تلفات دشمن بالا ببره. این مسائلی بود که انگیزه های مختلف داشت که عسکر فرزندان از این سرزمین که به خاطر دفاع از ریم مقدس کشورشان میرزمیدن، اینا را گاهی سیاست ها دستشان وقت به اصطلاح فشار دادن ماشه تفنگ سست می ساخت و به اصطلاح متزلزل می ساخت. شاید فکر میکردن که برادران رئیس جمهور هدف قرار دادن. بنان تا اون ادامه از اون سیاست در جنگ متاسفانه هنوز است با قوت وجود داره و در خیلی از جاها خودش نشان میده که تصمیم گرفته نمیتونه یک فرمانده در برابر دشمن. فکر میکنه فردا اگر من قاطعانه عمل بکنم، مبادا از ما بازخواست شوم، مبادا ما متهم شوم به نسل کشی، مبادا ما متهم شوم به تعصب قومی و و و عوامل مختلف. بنابراین اینجاست که نیازمندی ضرورت قانونمند تعریف دوست و یا دشمن به اصطلاح الزامی میشه و یک نیاز جدی و مبرم در سیاست جنگی خودش نشان میده. در اون صورت اگر که تعریف واحد وجود نداره، یعنی آب میخره از امی ریشه دیگه، از امی که نوع نگاه مختلف بله. نوع نگاه مختلف به جنگ، به دشمن و به نسبت به حتی نسبت به سیاست های پاکستان. خب آقای قیاسی، شما بیشتر گفتین که مشکل اساسی مداخله خارجی است. پاکستان از وایس آی نام بردین. خب بسیاری هم انتقادشان دقیقا اشارهشان نمی تک چیز است. خب و میگن که از اون جایی که شما اشاره کردین طالب ابزار پاکستان است، واسطن که جنگ دامن میزنن، حمایت میکنن. جای گفتگوهای سال میگن خب وارد مذاکره و دیپلماسی با پاکستان شویم تا گفتگوی سالی که طالب ابزارش است و هیچ نقش در تصمیم گیری ندارد. یقینا من همیشه در صحبت‌های خود در جایی که فرصت برابر شده باور من همی بوده و همی هست که ما تا وقتی که با پاکستان روابط خود عادی نسازیم، مشکلات اساسی خود با پاکستان، روابط سیاسی ما به اصطلاح روشن نشه، ما به صلح نمی رسیم. جنگ ابزار سیاست خارجی، ابزار سیاست استراتژیک یا استراتژی پاکستان در این منطقه است. بنابراین تا وقتی که ما در اونجا به موافقه نرسیم، به یک دیدگاه به اصطلاح مشترک نرسیم، جنگ سیاسی ما پایان پیدا نکنه و اختلاف منافع، جنگ منافع پاکستان و افغانستان
پایان پیدا نکنه و تا منافع پاکستان در منطقه به یک شکل جایگاه شب پیدا نکنه و قناعت نکنن، این جنگ ادامه پیدا میکنه. امروز طالبا، دیروز یک بخش دیگه، امروز هم یک فردا هم نامای دیگه را شاید برای ما عنوان بکنن و این جنگ ادامه پیدا میکنه. باور مایست باید ما بریم با پاکستان مشکل خود حل بسازیم. من میخوام پرسش داشته باشم از این گفته هایتان. خب چی چیزی آمده روابط افغانستان و پاکستان نادی ساخته؟ این که خب طالب ابزار سیاست خارجی پاکستان است. چی ناتقسیم است بین افغانستان و پاکستان؟ خب ایران هم همسایه پاکستان است. منافع داره، کشورهای همسایه و کشورهای همسایه دورتر از او در منطقه و فرامنطقه منافع دارن. خب چی چیزی آمده خیلی یعنی دشمنی افغانستان و پاکستان برانگیخته؟ خب ببینین، من فکر کنم به این بحث بسیار دامنه خب وسیع داره، مثلا چی و در این رابطه صحبت زیاد شده و این بسیار روشن است و اگر باز به تکرار بکنیم، مثلا حالا خواست پاکستان همیشه نگران حضور یکی از برجسته‌ترین مسئله که پاکستانی ها همیشه مطرح میکنند، او ریشه داره در اختلافات دراز تاریخی هند و پاکستان است که همیشه پاکستان نگران گسترش نفوذ هندوستان در افغانستان است و خب و از طرف دیگه مخالف فرستادن به اصطلاح یا آموزش و پرورش ارتش ملی افغانستان در هندوستان است و میخواهد که به این بخشا را خودش به دست داشته باشه و از طرف دیگه بس موضوع مرزی پاکستان باید به یک نقطه پایان برسه. یک کشور نمیتونه تا مادام العمر مرز با یک کشور دیگه نداشته باشه و این مرز همیشه ناامن باشه و حتی ما هیچ به اصطلاح اطلاع دقیقی کسی نداره که مرز دیورند اصلا، شاید فعلا در پاکستان ای بر مرز دیورند خطوط مرزی خود افراز کرده باشه و این مسائل مختلف دیگه مثل منافع اقتصادیش، مثل از اینکه یک کشور همیشه دنبال از لحاظ سیاسی در پیرو سیاست خارجی پاکستان باشه، یک کشور یک دولت تحت المایه داشته باشه پاکستان در افغانستان، تو همیشه او عمق استراتژیکی که از افغانستان توقع داره او به دستش بیایه. خو یه عوامل مختلف است که باید ما منافع مهم است که ما چطور از این بحران بیرون شویم، از این منجلاب خود ما را بیرون بکشیم. ما نیاز داریم به یک دیپلماسی، به یک سیاست بسیار روشن در قبال پاکستان که نداشتیم تا گذشته، تا حال نداشتیم و همیشه منفعل برخورد میکردیم. تا حال نداشتیم که نداریم، تا حال باید روش کار شود. اگه دولت تازه با روی کرده هایی را که حال مطرح میکنه، با پنج حلقه سیاست خارجی را که مطرح میکنه، خب این مسائل باید حل شود. ما سر نکات اصلی یک کشور همسایه ما باید نگرانی های مشروع، منافع مشروعش به رسمیت بشناسیم، روی منافع نامشروعش که میخواهید دنبال کنه مذاکره بکنیم. بسیار ساده است. سپاسگزار آقای اخلاقی. خب بسیاری انتقاد دارن که از اونجایی که طرف اصلی پاکستان است، طالب ابزار دست پاکستان، سیاست خارجی پاکستان، ما مشکل داریم با پاکستان، موضوع دیورند مشکل هست، پاکستان از مداخلش توجیه داره برای که خب ما دایی زمین داریم، نصف او را میخوایم به خودمون، خب او بخوای نخوایی مداخله میکنه، ارزیابی شما چی است؟ خب البته در این شک نیست که پاکستان نقش اساسی را در اوضاع و شرایط افغانستان داره، هم در بهبود وضعیت امنیتی پاکستان میتونه که اگر همکاری داشته باشه تأثیری قابل توجه داشته باشه و هم در ناامنی افغانستان فعلا پاکستان نقش اساسی را داره. اما این به این معنا نیست که کلیدی آوردن در واقع صلح و ثبات دائمی تنها به دست پاکستان باشد. اما طور که حتی رئیس جمهور هم اشاره کرد که افغانستان جنگ در افغانستان یک جنگ نیابتی است، این نشان دهنده از است که در افغانستان کشورهایی که با همدیگر تضاد منافع داره همدیگر را یا رقیب کشی را در افغانستان میخواهی داشته باشه. به این اساس کشور مثلا اندو پاکستان را نام میبرن، به این اساس اجازه بدین گروهی را داخل اجازه بدین حلقاتی که در برابر مردم و دولت و حکومت افغانستان میجنگه تنها طالبان نیست، ما حلقات بسیار مختلفی داریم. ما شبکه القاعده را داریم، ما گروه حقانی را داریم، حزب اسلامی را داریم، طالبان را داریم، گروه داعش که فعلا در افغانستان کم کم داره نفوذ میکنه و همینطور بعضی حلقات و تحریک های دیگه وجود داره. اینا یک بخشش خصوص طالبان، یک بخش عظیمش در پاک پاکستان لانه در سازماندهی میشه، اما اینا سرنخ های به جاهای دیگه هم داره.
هنوز هم چون تضاد منافع بین مخالفین به وجود نیامده، اینا هویت هایش خوب برجسته نشده است. اگر یک وقتی ما فرض به این بگیریم که حکومت افغانستان آمد گفت ما برای مخالفین میخوایم امتیاز بدیم، شما وقت ببینید که چقدر هویت ها برجسته میشه، وقت ببینید که حلقات و گروه های پیدا میشه که ما میگیم در گذشته اینا در کجا بودن. بنابراین در برابر دولت و حکومت افغانستان تنها یک گروه نیست که ما بگیم سویچ از این گروه فقط در پاکستان است، بلکه این مناسب که این تنها مشکل اساسی پاکستان نیست. برای اساس من ایتم بگم که اگر ما تنها متمرکز شویم یا اتکا کنیم به پاکستان، اما روی یک اجماع منطقه‌ای، روی یک وفاق بین المللی ما تلاش نکنیم، ما هماهنگی های سایر کشورها را مگر نداشته باشیم، تنها پاکستان هم نمیتونه که صلح در افغانستان بیاره. ما کشورهای دیگه مانند هند داریم، ایران داریم، چین داریم، روسیه را داریم، کشورهای قدرتمند مانند آمریکا و ناتو و امثال داریم. اینا هر کدامش به یک نحوی دستش در مسائل افغانستان، در شرایط و اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان دراز هست و هر کدام از به نحوی نقش داره. لذا ما اگر تنها بگیم که پاکستان میتونه، چنانچه که در ابتدا متاسفانه حکومت وحدت ملی یک خوشبینی را که داشت و او این بود که ما از طریق نزدیک شدن به پاکستان شاید بتونیم بعضی از بخش از مشکلات حل بکنیم، که دیدن که پاکستان هم یک برخورد صادقانه و شفافی نکردن، بسیار روابط نزدیک شد، اما از طرف پاکستان یک برخورد صادقانه و یک همکاری صادقانه دیده نشد. ما هر چقدر به پاکستان نزدیک شدیم، ضمن نزدیکی پاکستان در عمق استراتژیش یک افغانستان قدرتمند، یک افغانستان مستقل نیست. نمیخواد که افغانستان به یک مرکزیت، به یک جغرافیای تبدیل شود که مورد توجه دیگر کشورها قرار بگیره. چیزی مداخله پاکستان پیش خودش در افغانستان توجیه میکنه؟ برای چی میخواد که افغانستان ضعیف داشته باشه؟ خب طبیعی است که پاکستان فعلا در محاق توجه کشورهای غربی هست. شما میبینید که روابط بسیار دیرینه و دوستانه با کشورهای غربی از جمله آمریکا داره. 330 میلیون دلار همین چند روز پیش برای پاکستان داد به خاطر مبارزه با تروریسم و وحشت. پاکستان چه کار میکنه؟ پاکستان خودش وحشت تولید میکنه، خودش تروریسم تولید میکنه. اما اینا یک بهانه است که عمو روابط دیرینه ای که بین آمریکا و به عنوان یک از کشورهای قدرتمند جهان با پاکستان داره. اگر ما یک افغانستان قدرتمند داشته باشیم، افغانستان این ظرفیت داره که توجهی که امروز به جانب پاکستان او توجه رو به خود جلب بکنه و پاکستان هیچ وقتی رو نمیخواد. هیچ وقت نمیخواد کشوری به وجود بیاد که این کشور همچی ظرفیت و همچی توانمندی رو داشته باشه که کسانی که روابط دیرینه با پاکستان داشته این روابطش به سردی بگرایه و بده. و از طرف دیگر پاکستان همواره به دنبال از این است که دوست ما اشاره کردند که در افغانستان یک قدرت، یک حکومت به وجود بیاید که در عمق استراتژی از این قدرت یا حکومت دفاع از منافع پاکستان باشد، یا به عبارت دیگر در داخل ساختار مهره ها و کسایی باشد که اینا به نحو حامی اهداف و منافع پاکستان باشد در رقابت با کشورهای دیگه ای که داره، هند یا سایر کشورها. لذا پاکستان به دنبال یک همچی زمینه و به دنبال یک همچی فرصت است که اگر یک همچی حکومت زمینش بود، وقت ممکنه پاکستان کمک بکنه برای آوردن یک حکومت. اما اگر یک حکومت بخواد، یک حکومت مقتدر و یک حکومت مستقل به وجود بیاید، متاسفانه پاکستان چنین وضعیت را برایش قابل قبول نیست و تحمل نمی‌کنه. من میخوام یک بار دیگه هم سوال من بپرسم، چون من جواب نتونستم بگم، چون که منظور دارم در پهلوی رقابت با هند، سیاست سلطه‌جویانه پاکستان، خب یک چیزایی آمده است که بین افغانستان و پاکستان ناتقسیم است. خب سوریا انتخاب، خب یک از عوامل بحث است، یک از عوامل بحث مثلا من پاکستان پیش من خودش برای حفظ بقاش توجیه داره مداخله. من به نظرم شما پیشتر گفتین که افغانستان یک ادعای کلانی یا یک ادعای نسبت به بخش وسیع از سرزمین پاکستان داره. من فکر میکنم در چنین وضعیت هیچ پاکستان برای افغانستان چنین وضعیت و چنین اقتدار را نمیبینه که بیای ادعا را بکنه. اما در آینده قطعا در آینده دراز مدت اگر افغانستان به یک قدرت قوی تبدیل شود، خود قطعا یک سلسله دعایه های را داره. لذا
پاکستان نمیخواد که یک رقیبی بالقوه را در واقع پرورش بده و یک رقیب بالقوه را در واقع اینجا بیاید حمایت بکنه، که یک از عناصرش یا یک از مواردش همیست که شما اشاره کردین که افغانستان یک دایه کلان داره، که البته این دایه ما زیاد مطمئن نیستیم چقدر مبنای و چقدر اصولی چی داره، اما یک دایه کلان است که اگر افغانستان یک قدرتی قوی باشه قطعا این دایه ها را مطرح خواهد کرد و لذا هیچ وقت پاکستان نمیخواد که در چنین چالش و در چنین موزل خود گرفتار بکنه، لذاست که نمیخواد در افغانستان یک حکومت مقتدر و یک حکومت قوی که مورد حمایت جامعه جهانی هم قرار داشته باشه، مورد توجه جامعه جهانی هم قرار داشته باشه، چنین حکومتی چنین قدرتی شکل بگیره. یک پاسخ هم میخوام داشته باشم، شما لطفا کوتاه جواب بدین، چقدر با این دیدگاه موافق هستین که جای طالب باید با پاکستان گفتگو شود، یک دیپلماسی قوی با پاکستان داشته باشیم، با بو وارد شویم تا گفتگوهای صلح که ثمر نمیده؟ خب در این قسمت ما هم تو گفتیم که ما نمیتونیم به صورت مستقیم و نباید هم به صورت مستقیم با کسانی که در داخل افغانستان مشغول فعالیت های تخریبی است بنشینیم. چرا؟ به خاطری که اینا از جای دیگه آب میخوره، اینا سازماندهی از جای دیگه میشه. به صورت مشخص سازمان استخبارات پاکستان حداقل یک بخش عظیمی از مخالفین دولت و حکومت افغانستان رو سازماندهی میکنه و برای اینا برنامه میده. لذا اگر پاکستان با افغانستان گام های صادقانه در جهت آوردن صلح و ثبات بر نداره، هیچ وقت ما نمیتونیم طالب پای میز مذاکره بکشانیم. سپاسگزارم آقای قیاسی. خب سوالی که از آقای اخلاقی داشتم، با این دیدگاه موافق هستین که جای طالب خوب است با پاکستان وارد شویم؟ چون ما مشکل اساسی با پاکستان داریم، طالب ابزار است و سکوی گفتگوهای صلح دست پاکستان است، هر سوی بخواه چرخش میده، اگه بخواه ناامنی، اگه بخواه سال ده پلی از او. وقایع اخیر مرگ ملا عمر، تعیین رهبری جدید، چندستگی طالبا سر تعیین رهبریشان، یا چی تأثیر میتونه داشته باشه به وضع سیاسی و امنیتی؟ خب بس صلح به نظر من تا این جایی که پیش آمده، در تحولی که در نسبت به گذشته دیده میشه، دو تا موضوع مهم دیده میشه. یک، اعتراف پاکستان در داشتن نفوذ بالای طالبا که میشه منکر رزی از این موضوع انکار میکرد و می گفت که ما ربطی ندارم، بحث داخلی خودتان است و ما طالبا در پاکستان نیستن، اگر پیدا کردین ما را هم خبر بکنین. حالا دستشان می گیره، پشت میز مذاکره میاره، یک دستاورد از دولت افغانستان. معلوم است که حالا طالب هرچی که هست. خب ببین، حالا بالاخره در بحث دیپلماتیکش هیچ وقت این مسئولیت نپذیرفته بود طالب پاکستانی ها که بگه که بله ما شما همیشه به طرف افغانستان میگو، به دنیا اگر شما پیدا کردین با ما خبر بدین. حالا دستشان هم میگیره، پشت میز مذاکره میاره، درست؟ یک دستاورد. دستاورد دومی که یک مقدار اساستر شده و موضوع صلح و مذاکرات با تقریبا رهبریش به وزارت خارجه افغانستان واگذار شده، این خودش یک تغییر دیگه است که میتونه این حرکت ها در مذاکراتی که باز روی عادی سازی روابط با پاکستان قرار روی دست گرفته شده کمک بکنه. و البته باز تاکید میکنم که هر دو پروسه، من اول اولویت باید به مذاکرات مستقیم با طالبان روی مسائل اصلی و بویی که مثل موریانه، مثل سرطان، تار و پود جامعه افغانستان داره از بین میبره، روی ازی باید بحث شود. ما از سقوط افغانستان در واقع در آینده جلوگیری باید بکنیم. بعد مذاکرات صلح هم البته ضرر نمی کنیم که دوام بتیم، اما باید تیر با یک هوشیاری، با یک زرنگی که ما بفهمیم که آیا با کسی که صلح می کنیم می خواهیم مذاکره بکنیم و اینا را در بدنه حکومت و شرایطشان قبول بکنیم، اینا چند درصد داوردن صلح واقعی در محلات در ولایت های افغانستان نقش دارن؟ آیا واقعا آتش بس انجام داده میتونه؟ آیا زمینی که اینا هستن کجاست؟ کجا روی کدام زمین ناامن افغانستان اینا ایستاده هستن که ادعا میکنن ما هستیم و ما صلح میاریم؟ این مسائل است که اگه این در نظر نگیریم باز ما ضرر میکنیم. دست آخر سکو دست پاکستان است. بله طبعا، باز او طرف باز دوباره برمیگرده به پاکستان. البته به این شک نیست که القاعده و طالبا و اینا جز اما به اصطلاح شالوده یا بازمانده های سیاست خارجی غرب است در منطقه، به اصطلاح در این طرف آسیا. سوال دوم، بعد
سوال دوم شما؟ واقعه اخیر مرگ ملا عمر چی نشد؟ بله مرگ ملا عمر چندستگی طالبا؟ چندستگی طالبا اینا در این شکلی نیست. خب روی کسای تاثیر میگذاره که مردم های بیخبری هستن و دورتر از دستگاه استخباراتی هستن. ما به این فکر هستم که اینا رو باز دوباره منسجم میسازه و زیاد تاثیر در بیان طالبا برای ازی که چندسته باشن در جنگ تاثیر نداره. یعنی جنگ سالاست که از طرف دیگه سازماندهی میشه، راهنمایی میشه، برش برنامه رو ساخته میشه، تجهیز میشه، امکانات فراهم میشه، لوجستیک میشه، پشتیبانی میشه. اینا ابزارهای بیش نیستن، میاین و بایس نیروی به اصطلاح جنگ افزار مثل شما افراد طالبان مثل زی میمونن که شما تفنگ از یک کارخانه بیارین یا ما مهمات از یک کارخانه بیارین یک جای استفاده کنین. اینا هم یک جای آموزش میبینن با یک فکر بسیار بسته در اختیار سوخت مواد سوخت جنگ هستن. در واقع مواد سوخت جنگی که نفع از او را خودشان نه بلکه دیگران میبرن. و در این کدام تاثیر نمیندازه و ملا عمر کدام شخصیت آنچنانی کاریزمای نبود که طالبا به اصطلاح به معنی واقعیش از متن یک حرکت عدالت خانه بیرون شده باشه و امروز بگوییم که والا واقعا وضعیت خراب میشه. نزدیکترین شاید افرادی که امروز ادعا میکنن که با ملا عمر بودن شاید چهره واقعی ملا عمر واقعی را ندیده باشن. شاید یک کسی دیده باشن گاهی یک ملا عادی که یک جای نشسته یک گپای به اصطلاح موعظه میکنه و یایی که توصیه میکنه به کار بعضی چی. اما من فکر میکنم که ملا عمر وقتی مرد که کرنیل امام در وزیرستان شمالی کشته شد، سه سال شاید بیشتر کمتر بعد از او. من شخصا خودم دنبال میکنم حوادثه که نقش ملا عمر هم در رسانه ها هم در مسائل مختلف کمرنگ میشه و جریان به نام گروه یقانی در صحنه میآید، خود به خود اینا مطرح میشن در وقت. بنان ملا عمر آنچنان نقش بسیار بسیار تعیین کننده نداشت، چون مستقیم فرماندهی جنگ نداشت، چون مستقیم در جبهه نبود، چون مستقیم با تک تک فرماندهان انگیزه جنگی صادر کرده نمیتونست، روی جنگی به دست از او نبود، کسای دیگه تولید میکنه. باشه نباشه در وضعیت جنگ تغییر نمیاره. چندستگی چه نقشی داره؟ چندستگی طالبا بعضی میگن فرصت است. خب چندستگی طالبا برای کسایی است که حالا اومدن در کابل هر روز برای از فرموده وکیل صاحب هر روز دعا میگیرن و اینا دستایی هستن که حالا با کسی که در اوج براب ملا اختر میخواه رهبری رو به دست بگیره اینا اختلاف نظر دارن. درست اینا خو اینجا هستن دیگه. خب بعضی میگن دولت افغانستان هستن، دولت دارن مرسیه مجلس سوگواری دایر میکنن. اینا چی نقش میتونن در جبهه داشته باشن؟ چی چند دستگی؟ هیچ دسته ای وجود نمیه. او تا ملا اختر در رأس قرار میگیره و ایره شاید به یک شکل وارد مذاکره دوباره انسجام پیدا میکنن و شاید اینا رو وارد مذاکرات صلح بسازن تا آرام آرام جایشان به یک پدیده دیگه به نام داعش بدن که باز اگر ما داعش گفتیم دیگه دست ما از دامن پاکستان کوتاه میشه و صحنه کاملا تغییر میکنه به نفع پاکستان و دیگه هیچ چیزی به نام ما نداریم که واقعا او را متهم کنیم پاکستانه که برادر بیا با ما کمک کن که در افغانستان صلح و ثبات به وجود بیاد. اخلاقی واقعه اخیر مرگ ملا عمر، چندستگی طالبا برای جایگزینی جای رهبرشان، بعضی ها میگن فرصت است. در تازگی در رسانه ها خبر نشر شد که خب رئیس دفتر سیاسی طالبا در قطر به خاطر بی‌خبر بودنش از مرگ ملا عمر استفاده داده، خب چندستگی را نشان میده. بعضی میگن این فرصت است، اما آقای قیاسی میگه که نه، اونایی که مدیریت میکنن انسجامشان میتن و اگر بدیل داعش باشه یارم آرام آرام پرسی سلق زرق میکنن اما داعش دارن. خب در اعلام مرگ ملا عمر البته در این ارتباط چندین نکته قابل تأمل است. یکی این که اعلام مرگ ملا عمر در شرایط فعلی یک طرحی در واقع سازمان استخباراتی پاکستان هست. در شرایطی که گفتگوهای صلح جریان داره و قرار بود که دومین نشست در اسلام آباد یا در چین برگزار شود، در شرایطی که داعش میایه پا میگیره، یک برداشت و یک تلقی است که
پاکستان کم کم به این باور رسیده است که تاریخ مصرف طالبان دیگه به پایان رسیده است و مدت انقضایش دیگه خلاص شده است. در با چنین وضعیتی طالبان تضعیف میشه و این اختلافات داخلی میتونه خود طالبان را تضعیف بکنه و یک بخشی از بدنه طالبان جدا خواهد شد و با گروه داعش و گروه های دیگه میپیونده. لذا یک بازی جدید است که پاکستان باز هم برای بدیل داعش است. نکته دیگه ای است که بله در چنین وضعیتی که طالبان دچار یک اختلافات شده است، ما میبینیم که در واقع یک نوع اختلاف بین خانواده ملا عمر و حامیانش و بین طرفداران ملا منصور به وجود آمده. برادر ملا عمر میگه که ما به هیچ وجه قبول نمیکنیم و ملا منصور نمیتونه که جای ملا عمر بگیره. بعضی هم فرزند ملا عمر مطرح میکنه به عنوان از اینکه میتونه رهبر طالبان به دست بگیره و بی خبری یک تعداد از اینا. این خودش عمو چند دستگی را میرسانه.